أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين اخرين ايه درباره انفاق ايه 274 از سوره مبارکه بقره هست که بعد از این آیه آیات و سوره بقره بحث دیگری را در مسائل مالی دارد این آیه این است الذین ينفقون اموالهم و والنهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون این آخرین آیه از آیات انفاق هست که در چندین آیه گذشته خدای تبارک و تعالی حکم صدق دادن و انفاق کردن در راه خدا را بیان نموده این آیه هم به, مع... به عنوان حسن ختام بیان ثواب انفاق هست و اینکه انسان باید سعی بکند که در تمامی حالات آمادگی صدقه دادن را داشته باشد درسته که صدقه واجب را زکات را علنی دادن بهتر است و صدقه مستحب را مخفیانه دادن بهتر است که در آیات گذشته گذشت اما اگر یک نیازمندی جلو شما آمد خب علنی بود تأخیر انداختنش به بعد که مخفیانه انجام بشود معلوم نیست بهتر از این باشد که الان بدی الان نیاز داره همین الان بهش بده قصد قربت بکن تأخیرش ننداز ولی زالک در تمام شرایط چارگانه یعنی شبان روز در شب چه علنی چه مخفیانه در روز چه علنی چه مخفیانه اگر نیازی آمد دیگه این نیاز را تأخیر نمی اندازد ولو اگر شما در حالات طبیعی بود بهتر است که زکات را علنی بدی اما حالا فرض کن الان زکات گردن شما واجب شده الان در شبم هست هیچ کس هم پیش مثلا امام معصوم یا پیغمبر یا کسی که باید زکات را بهش برسونی که بین مردم پخش بکنه الان هیچ کس پیشش نیست بری زکات واجب را بهش بدی مخفیانه میشه چون که کسی نیست که خبردار بشه همین الان برو بده زمه خودت را خالی بکن نه اینکه بگو خب حالا من صبر میکنم تا فردا فردا خب از کجا زامن هستی زنده هستی فردا مرده هستی از کجا زامن هستی که این پوله بماند از کجا زامن هستی که نیتت عوض نشه لذا در روایت هست اگر کسی دست به جیبش برد تا پولی در بیاره ورد برای اینکه صدقه بده چندین شیطان می آیند و دستش را می گیرن. این شاید کنایه از این باشد که اینها مشغول فعالیت می تا گمراهش بکنند و لذالک اگر نیت خیر کردی فورا انجام بده چرا چه بسیار, بسیار مواردی شده که افراد نیت خیر میکنند اما وقتی که یه مدت بگذره به اصطلاح مثل بگن که مثلا پشتش باد خورد نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که نظرش برمیگرده و اگر با سرعت کار خیر را انجام بده بعد پشیمون بشه که چرا من این کار خیر را کردم این خیلی بهتر از این است که اصلا کار خیر را انجام نده به نتیجه این کار خیر را کرده در نامه اعمالش هم ثبت شده حالا چند لحظه پشیمون میشه که ای کاش این کار را نکرده بودم این کار خیر را انجام نمیدادم حالا این پشیمونی چند لحظه بعد تموم میشه آدم فراموش میشه میکنه مشغول کارهای دیگه میشه اما اگر نده خب در نامه عملش ثبت نمیشه روز قیامت در نامه عملش نیست اون وقت بیشتر پشیمون میشه که ای کاش این کار را من انجام دادم حالا که نیتش را کردم در دست من بود میتونستم انجام بدم چرا این کار را انجام ندادم ولذا در آیات دیگر هست وسارعوا الى مغفرت من ربکم در آیه دیگر هست فستبق الخیرات شما اگر مثلا در پیست اسب دوانی دیده باشید میدونید که این اسب سوارها با سرعت حرکت میکنن هر کدوم فقط و فقط فکرش این است که زودتر از بقیه به مقصد برسه تا اون جایزه را ببره هدفش زودتر رسیدن هست این آیات میفرماید فستب قل خیرات برای خیرات مسابقه با هم بگیرید کدوم زودتر انجام میده یا اون آیه دیگر سارعو الى مغفرت من ربکم با سرعت برید انجام بدید همیشه انسان کاری را که باید انجام بده یا خوب است انجام بده فورا انجام بده خیلی بهتره حالا قطع نظر از مسائل دینی این اصلا از نظر روانشناسی هم ثابت شده اگر یک وظیفه‌ای گردن هست هر چی زودتر انجام بدی به نفعت هست اولا کار را انجام دادی خیالت راحت فکرت مشغول نخواهد بود چون که اولین مرحله هست به نحو احسن میتونی انجام بدی بعدش هم ممکنه اگر تأخیر بندازی فرصت پیدا نکنی برای انجام دادنش یا اینکه در آخر وقت بشه بخوای هر جوری هست اینو انجام بدی کار خوب در نمیاد مثلا فرض کنید از باب مثل به یک کسی نویسنده ای گفتن آقای مقاله بنویس مثلا یه روزم بهش مهلت دادن این اگر اول روز مشغول نوشتن بشه اولا استرس نداره قلق نیست در نفسش ذهنش خیلی راحت میاد مشغول نوشتن میشه گاهی هم مثلا یک کمی طول بکشه خوب بکشه وقت زیاد دارم مثلا بعضی وقتا انسان برای یک کاری تخمین زده مثلا فلان مقدار یه ساعت اما عملا معلوم میشه که این کار نیاز داشت به دو ساعت یا مثلا یک پیش های مثلا ناگهانی پیش میاد یک کمی کار کش پیدا میکنه خب اگر اول وقت باشه مشکلی ندارد با خیال راحت اومده این کار را انجام داده اما اگر امروز و فردا بکنه یا آخر وقت بخواد انجام بده هی به ساعت نگاه بکنه نکنه وقت تمام بشه هی کار را خلاصه سریع انجام میده بدون دقت انجام میده خصوصا وقتی که ببینه که وقت داره تموم میشه هر جوری هست انجام میده حالا مثال دیگه شما دیدید در دانش آموزایی که در مدارس هستن اونایی که از اول سال مشغول مطالعه میشن مشغول حفظ مطالب میشن اینها وقتی که ایام امتحانات میرسه درست مشغول درس خوندن هستند اما چندان استرس ندارن فقط یه مرور میاد میکنه اما اون دانش آموز تنبلی که اول سال را گذرونده با مثلا بازی و لحو و لعب و امثال اینها آخر سال میخواد میبینه یک کتاب مثلا دویست صفحه سی صفحه مطالبش را خوب نفهمیده خوب حفظ نکرده خوب درک نکرده حالا از قبل از امتحانی چند روز وقتش را کامل هی مطالعه بکن تون تون مثلا شب امتحانم ممکنه تا دیر وقتم بیدار باشد و صبح هم خوابالود بره در مثلا کلاس امتحان در سالن امتحانات و معلوم هم نیست نتیجه چی باشه خب از نظر عقلی کدوم بهتره خب طریقه اول بهتره تو وقتی که وقت داشتی با راحتی میتونی سی انجام بدی خیلی برات بهتر بوده اصلا یکی از علت اینکه نمازهای واجب مستحب هست که اول وقت خوانده بشه به خاطر همینه که اول وقت الان فرصت داری بتونی با خیال راحت این نماز رو بخونی بعدش هم ذهنت مشغول نیست دیگه وظیفه انجام دادی اما کسانی که نماز را از اول وقت تأخیر میندازن اگر مؤمن باشن همین جور دلش شور میزنه گاهی هم فراموش میکنه گاهی هم شرایط یه جوری پیش میاد که مجبوره که مثلا تا نمازش قضا نشه همین جور نماز رو خلاصه بی کیفیت مطلوب انجام بده لذا در این آیه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه شبه نگو تا فردا همین شب بده الان مخفیانه زکات واجبه نگو حالا علنیش بهتره اصلا زود، زودتر دادنش بهتره اگر صدقه مستحبه الان خو دارن میبینن اینها زودتر بده طرف نیازمنده بش اش بده اشکال نداره قصد قربت را بکن البته این آیه شعن نزولش که هم شیعیان و هم عامه این را روایت کردن شعن نزول این آیه درباره حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام هست حضرت امیر مؤمنین چهار در هم داشتن یک در همش را در روز علنی دادن صدقه یک در هم را در روز مخفیانه صدقه دادن یک در هم را مخفیانه در شب یک در هم را علنی در روز دادن و این آیه شعن نزولش حضرت امیر هست اما خب شعن نزول آیه را خاص نمیکنه یعنی همچنانی که سابقا بیان کردیم خدای تبارک و تعالی ابتدا قرآن را کلا در شب قدر سال اول بعثت بر پیامبر نازل کرد انا انزلناه فی لیلت القدر تمام قرآن بر پیامبر نازل شد بنابر مشهور بعثت پیامبر در 27 ماه رجب بود در شب قدر همون سال یعنی تقریبا کمتر از دو ماه بعد از امر پیغمبر به رسالت کل قرآن بر پیامبر نازل شد این بار اول اما معمور بود پیامبر صلی الله علیه و آله که قرآن را برای مردم تلاوت نکنه مگر اون آیاتی که برای بار دوم بر پیغمبر نازل بشه بار دوم کم کم بر پیامبر نازل شد که ازش تعبیر میکنن نجومن هر مقداری که بر پیامبر نازل میشد در خلال 23 سال بر مردم تلاوت میکردن لذا در آیه شریفه هست در سوره قیامت لا تحرک بهی لسانک لتعجل به تو این آیات را ما به تو یاد دادیم کل قرآن را اما عجله نکن صبر بکن که بار دیگر بر تو نازل بکنیم اون وقت کم کم برای مردم تلاوت بکن خب بنابراین الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه شمایی که این کار را انجام دادید این آیه ولو شعن نزولش علی ابن ابی طالب علیه السلام و اما معنای آ... آیه عام هست شامل همه میشه هر کی این کار رو بکنه اقتدا کرده به علی ابن ابی طالب و اقتدای به علی ابن ابی طالب لازم هست آیات قرآن همچنانی که سابقا گفتیم شعن نزول داره اما حسب تعبیر اصولی میگن خصوصیت المورد لا تخصص الوارد بله بعضی آیات خاص حالت عمومی نداره مثل آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهرکم این خاص خاص به خمسه اصحاب کسا هست و بقیه ائمه هم در این آیه داخل هستند با دلیل دیگر یعنی خاص چارده معصوم هست این آیه عمومیت ندارد یک آیاتی هست شعن نزول معین داره اما عمومیت دارد مثل فرض کنید بلا تشویح الان مثلا یه قضیه اتفاق میفته خب نگاه میکنن این قضیه رو پارلمان یه قانونی تصویب میکنه این قانون شامل اون قضیه میشه لکن قانون عمومیت داره میگن این قانون را چرا وضع کردن میگن برای فلان قصه وضعش کردن اما در اشباه این قصه هم این قانون جاری میشه پس بنابر این شعن نزول این آیه حضرت امیر هست بر همگانم لازم هست که از حضرت امیر تبعیت بکنن و کار خیر را درش تأخیر ندازم. خب با این آیه اولین موضوع مالی در سوره بقره تمام میشه چون که سابقا گفتیم سوره بقره بخش‌های مختلفی دارد. این بخش‌هایی که الان درش هستیم احکام و احکام احوال شخصی هست. مسئله طلاق مسئله مرگ و امثال اینها امور مالی دارد که این امور مالی چند بخش هست بخش اولش راجع به انفاق بود با این آیه که بیان ثواب انفاق هست که اینها فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون اینها اجرشون با خداست ترسی از آینده ندارن از گذشته هم اینها محزون نیستن روز قیامت محزون نیست که چرا پول را در راه خدا صدقه داد خیلی هم خوشحال هست این موضوع انفاق در راه خدا با این آیه تمام میشه بعد به بخش دیگر از موضوعهای مالی وارد میشیم که مسئله ربا هست نزول خاری بخش اول در دادن پول بود شما انفاق می کنید بخش دوم در گرفتن پول هست یعنی نیاز یک نفر را انسان ازش سوء استفاده می کند و اضافه بر نیاز او به جای اینکه دستش را بگیره و کمکش بکنه یه پولی هم ازش میگیره این در ظاهر اینه که داره کمکش میکنه پول داره بهش قرض میکنه اما در واقع این پول را نه تنها باید پس بده باید نزولش را هم پس بده و بده یعنی از نیاز این طرف سو استفاده شد این ربا هست و این ربا در آیات قرآن خیلی تشدید شده در حرمت ربا که در سه جای قرآن در چندین آیه بیان شده ما ابتدا آیش را میخونیم بعدی بحث های مختصری راجع به ربا و نزول خاری خواهیم داشت الذین یاکلون الربا کسانی که ربا خاری میکنند نزول خاری میکنند لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس اینها مانند کسی هستند که مبتلای سرع شده کسی که مبتلای سرع شده این وقتی سرع او را میگیره این میفته هی hey, بلند میشه میخواد حرکت بکنه دوباره میفته سه میفته تا این حالت سرع از او بره کسی که ربا خار هست نزول خاره این حالتش اینجوریه هرچی میخواد خودش را از ربا بکنه نمیتونه عادت کرده یه پول مفتی گیرش بیاد بدون زحمت فقط ظاهرش اینه که داره مردم را کمک میکنه قرض بهشون میده بعد این قرض رو پس میگیره و نزولش را هم از اونها پس میگیره خب خیلی وقتا اینا هستن نمیتونن پس بدن میگه اشکال نداره یک شیش ماه دیگه هم ما تمدید میکنیم اما سودش را باید بیشتر بدید گاهی شده مثلا فرض کنید یه میلیون به طرف وام میده میگه مثلا فرض کنید که ده درصد سود خب یه میلیون که وام داده این بند خدا هم باید سر سال مثلا یک میلیون و صد هزار برگردونه خب سر سال میشه نداره میگه اشکال نداره یه شیش ماه من دیگه بهت مهلت میدم اما باید به جای صد هزار دیویس هزار بدی طرف هم مجبور قبول میکنه نتیجتا اینه که این رباخار از احتیاج طرف مقابل سوء استفاده داره میکنه و این به جای اینکه تو کمک بکنی به نیازمند به جای اینکه کمک بکنی به محتاج اقلا از احتیاجش سوء استفاده نکنی خب قرضش بده بعد قرض تو پس بگیر اشکال نداره چیزی که دادی پس بگیر اما اینکه از نیاز او سوء استفاده بکنی و بیشتر از او بگیری که بعضی وقتا شده ما بعضی مسائل میان میپرسن بینیم که این به خاطر اینکه نداشته هی تأخیر انداخته هی نزول بالاتر رفته دو سه برابر اصل پولی که قرض گرفته باید پس بده ده میلیون قرض گرفته اما الان باید سی میلیون برگردونه الان اونجوری که از بعضی از مقالات من دیدم راجع به این بانک جهانی که به اصطلاح به دولت ها قرض میده و اینها یعنی این نتیجهش اینه که یه مبلغی قرض میده سه برابرش را پس میگیره نتیجتا اینه یعنی به دولت های فقیر مثلا یه میلیارد دو میلیارد سه میلیارد دلار وام میده سه میلیارد میده اما نتیجتا نه میلیارد ازش پس میگیره حالا غیر از اینکه اهداف استعماری را هم درش پیاده میکنن هرچی هم این رباخار بخواد از این حالت خودش را خارج بکنه نمیتونه کسی که عادت کرد پول مفت و پول بدون زحمت و اینکه این وجدان انسانی خودش را زیر پا بگذارد که از نیاز نیازمندان سوء استفاده بکنه این خیلی سخت است که خودش را از این منجلابی که درش انداخته نجات بده وقتی این آیه میگه از اول خودتون انداز مواظب باش چون که اگر خودت را انداختی بعد سخت میتونی خودت را نجات بدی کسانی که عادت میکنن به حرام خاری کسانی که عادت میکنن که پول مفت گیرشون بیاد بدون زحمت اینا اگر بخوان از این حالت خارج بشن خیلی سخته براشون هست لذا از اول مواظب باش در این جور مواقع خودت را ننداز نگو اشکال نداره یه بار دو بار مثلا نه این مثل اینه کسانی که معتاد میشن اینایی که معتاد میشن غالبا اینجوریه یه بار با دوستان رفته میگه حالا مثلا فرض کنید یک کمی مواد مخدر صرف بکنه یک کمی صرف میکنه یک مهمانی دیگه یک کمی دیگه یه مهمانی دیگه یک کمی دیگه عملا کم کم معتاد بشه وقتی هم معتاد شد میخواد خودش را بکنه نمیتونه بدنش نیاز پیدا کرده یعنی این عادت پیدا کرده نیاز کاذبه این رباخار هم همین جوره. لذا آیه میفرماید لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس یعنی کسی که سرع پیدا کرده و شیطان در او داخل شده که حالا میایم توضیحش میدیم خب یه بحث هایی راجع به این آیه هست ابتدا این رو بیان بکنیم که چرا خدای تبارک و تعالی ربا را حرام کرده و فرق ربا با مزاربه چیه این دین اسلام یک دینی است که با کسی تعارف نداره هر کی خواست مؤمن بشه هر کی خواست کافر بشه این مثل یک انتخابات نیست که دنبال رأی مردم باشه خدا پیامبرش را فرستاده برای اینکه مردم هدایت بشن نه اینکه مردم پیرو بشن میخوان پیرو بشن میخوان پیرو نشن مهم این است که پیغمبر تبلیغ بکنه و راه هدایت را برای اونا باز بکنه حالا نخواستن قبول بکنن قبول نکنن خدا که محتاج که نیست حالا کسی که خودش را در انتخابات میار، میاره کاندید میکنه خب نیاز به رأی مردم داره تا به ریاستی برسه خب مجبور هست وعده دروغ به مردم بده خب وقتی هم که بر خر مراد سوار شد میگن وعده هات کو میگه هزار وعده خوبان یکی وفا نکنن فوق فوقش هم میاد میگه خب نتونستیم اشتباه کردیم معذرت میخواهیم مثلا الان در دولت های دموکراسی اینجوری وعدای انتخاباتیشون خیلی وقتا هم اینجوری انجام نمیده میگه خب نتونستیم اشتباه کردیم معذرت میخواهیم در دولت های استبدادی هم که انتخابات فرمایشی و ایناست اون معذرت هم نمیخوان گناه را گردن مردم میندازن خدای تبارک و تعالی که اینجوری نیست هر کی هدایت شد هدایت شد هر کی هم گمراه شد به ضرر خودشه از ملک و حکومت خدا که خارج که نمیشه خدا هم که نیاز به اون نداره حالا اگر همه مردم دنیا گمراه بشن خدا میتواند مثل اینها بیافریند بیشتر از این هم بیافریند نه به اون قبلی ها نیاز دارد نه به بعدیا نیاز دارد خدا مردم را آفرید تا رحمتشون بکنه به نفع خودشونه نه به نفع خودشه خودش نیازمنده به مردم نیست غنی مطلق هست خب و لذالک تعارف نداره در قانون اسلام حق اینه گفته میشه میخوای قبول بکن میخوای قبول نکن همین که میگن حقیقت تلخه به خاطر همینه شما الان بیایید در علوم تجربی مثلا در دانشگاه در علوم طبی اون چیزی که واقع هست به دانش آموزا یاد میدن به دانش جوا یاد میدن حالا میخوان اینو قبول بکنن میخوان قبول نکنن نه اینکه به خاطر خوش آمد گویی به دانش آموزا یا دانش جویا اون چیزی که اونا دلشون میخواد بهشون بیان بکنن در درس تاریخ مثلا اگر در تاریخ ملتها یک چیزای بدی بوده خب در درس تاریخ گفته میشه چون که حقیقت را باید گفت بله اگر دو یک دولت استبدادی باشد و براش مثلا یه مسائلی در تاریخ مهم باشه تحریف میکنه به دانش آموزا دانشجو دروغ میگن خب این به ضرر اینها هست چون که تحریف حقایق و نرسوندن حقایق خیلی ضررش بیشتر از این است که حقایق را بفهمن ولو تلخ باشد لذا احکام خدا تعارف بردار نیست بیان می کند پیغمبر هم همین بود احکام خدا نازل می شد خیلی اعتراض میکردن خب اعتراض بکنن مهم نیست بعضی اصلا مسلمان نمی شدن به خاطر بعضی از این احکام مسلمان نشن ما تبلیغ را میکنیم کنیم خاص مسلمان بشه خاص مسلمان نشه اما خب یک مسئله هم هست که بعضی وقتا تبلیغ حکم با حکمت بوده یعنی شما یک حکمی را میخوای برسونی به مردم خب با حکمت برسون تا اینکه در صد پذیرش بیشتر باشه ولذالک بعضی از چیزهایی که بین مردم خیلی رایج بوده در چند مرحله تحریم شد مثلا نسبت به میگساری شرابخاری خب در سه مرحله تحریم شد مرحله اول بیان اینه که خب ضرر داره یه منافعی هم داره خب یک کسی تجارت مثلا می داشته باشه خب یک سودهایی هم داره اما ضررش بیشتره این مرحله اوله که متوجه کردن مردم هست که ضرر میگساری بیشتر از منفعتشه یسالونک عن الخمر والمیسر شراب و قمار قل فیهما اثم کبیر یک گناه بسیار بزرگی درش هست و منافع للناس این منفعتهایی هم داره به نتیجه تجارت شراب یک سودهای اقتصادی داره این قمارخونه ها و اینها یک سودهایی هم داره به نتیجه کسی که در قمار برنده میشه یه سودی میکنه ولکن و اثمهما اکبر من نفعهما ضررش گناهش بیشتر از منفعتشه این اولین مرحله مرحله دوم این است لا تقرب و و انتم سکارا شما نزدیک نماز نشو در حالی که مستی خب وقت نمازم اینجوری پنج وقت انسان باید نماز بخونه خب نمازم واجب هست وقت باید مراعات بکنه عملا کسی که میخواد نماز بخونه دیگه نمیتونه شراب بخوره این مرحله دوم دو مرحله سوم سو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان اصلا اینا رو در مرتبه بتپرستی قرار داد انما الخمر شراب والمیسر قماربازی وال انصاب یعنی این بطهایی که گذاشته شده والازلام این یک نوع به اصطلاح قرعه کشی بود که درش شرط برد و باخت بود با یک ترتیبی که حالا بعدا در آیات سوره ماعده ذکر خواهد شد رجسون این پلید است اینها من عمل شیطان از کار شیطانه فجتنبوه اجتنابش بکنید بعد در آیه بعد میگه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء میخواد شیطان بین شما دشمنی ایجاد بکند والبغضاء که دلتون نسبت به هم دیگر کینه دار بشود فالخمر والمیسر به وسیله خمر و قمار و یصدکم عن الصلاه از نماز جلوگیری بکنه تا اینجا میفرماد فهل انتم منتهون دیگه بسه خب این در سه مرحله حکم تبلیغ شد حالا عرب ها اون زمان شراب خاری در بین اونها رایج بود بسیار زیاد یه عده ای اصلا مسلمان نشدن به خاطر اینکه خمر حرام بود اونا دیگه جای تعارف نداشت خمر حرام حرامه حالا کیفیت تبلیغ به بهترین وجه ربام همینه ربا یک چیزی بود که در بین عرب ها خیلی منتشر بود البته در جهان امروز هم خیلی منتشره چون که یک عده سرمایه دار یه عدم نیازمند و غالب مردم هم نیازمند محتاج هست یک حاجتی داره مریضی داره میخواد مثلا معالجش بکنه خانه ای میخواد بسازه کار ضروری براش پیش آمده میخواد ازدواج بکنه پول نداره به نتیجه مجبوره که قرض بگیره این سرمایه داره هم نشسته در خونه به خاطر این پولی هم که داره پایی رو پا گذاشته یه قرضی میده و با نزول و از, از حاجت مردم سو استفاده میکنه این کار بسیار پلید و زشتیه و ضررهای بسیار زیادی دارد اصلا جهان امروز فقری که درش هست یکی از اسبابش این نزول هایی که هست و الان گزارش ها نشون میده که دولت های سرعتمند دارن بیش از مقداری که دولت های فقیر از اونها میگیرن از دولت های فقیر میگیرن یعنی گزارش چند سال پیش خوندم نسبت امکاناتی که از آفریقا داره میره اروپا و امکاناتی که از اروپا داره میره آفریقا نتیجتا وقتی این دوتا رو کنار هم بذارید میبینید که اروپا که از پولدارترین کشورهای دنیا هستند دارن از آفریقایی که فقیرترین کشورهای دنیا در اونجاست دارن استفاده میکنند چند صد میلیارد دلار یکی از علتاش هم همین نزوله میگه خب نیاز داره این دولت میخواد خیابون بکشه میخواد چی بکشه چی بکشه بفرما این قرض خب به عنوان قرض کمک کرده خب حساب نمیکنه که این قرض رو باید پس بده با درصد سودش و از اقتصادیش هم خراب و بسیاری از جنگ هایی که در جهان امروز هست سببش هم همین مسئله اقتصادیه ازا خدا در قرآن خیلی تشدید کرده بر ربا او به حرب من الله و رسوله اصلا شما بهتون اعلام میکنیم که جنگ با خدا و پیغمبره در هیچ حرامی خدا اینجوری نگفته مگر در ربا این نشونگره این است که چقدر این ضرر داره و چقدر خدای تبارک و تعالی تحذیر شدیدی از او کرده خب گاهی هم هست طرف نیاز نداره نه مریضه که میخواد مثلا برای معالجه پول وام بگیره نه اینکه مسکنی مثلا میخواد برای خودش بسازه نه اینکه یک حاجتی دارد که حاجتش را بخواد برآورده بکنه نه میخواد سود بکنه میخواد تجارت بکنه میاد قرض میگیره برای تجارت اینجا نیازی نیست در کار تازه پولم صرف نیاز نمیشه صرف بیماری نمیشه صرف دارو نمیشه صرف احتیاجات نمیشه این پول صرف تجارت میشه پس این پول را که میخواد قرض بکنه نه به خاطر نیازه به خاطر تجارته تجارت هم که میکنه سود میکنه خب شما در اینجا شرع اجازه داده باش مزاربه بکنید مزاربه آقا من این پول را به تو وام میدم این پولی که میخوای تو در او تجارت بکنی نه به خاطر نیازته به خاطر تجارتته به خاطر سودته و این پول را باش سود میکنی خب من چون که صاحب پول هستم تو صاحب کار سود این پول بین ما تقسیم بشه حالا چند درصد برای این چند درصد برای اون دیگه با توافق طرفین است مثلا 50 درصد 50 درصد 40 درصد 60 درصد خب طرف پول رو قرض میکنه مثلا یه میلیون قرض میکنه میره تجارت میکنه یه میلیون سود میکنه خب یک میلیونی که قرض کرده رو به صاحبش برمیگردونه یه میلیون سودی هم که کرده مثلا 500 هزار به اون میده 500 هزار به خودش میده اینجا استفاده و سوء استفاده از نیاز یک شخصی نبود اینجا فقط سود بود خب صاحب پولم سود بکنه این اشکال نداره لذالک در شرع مزاربه اجازه داده شده اما ربا چیه؟ که اجازه داده نشده ربا این است که طرف نیاز داره شما میایی کسی که قرض میده از نیازش سوء استفاده میکنه تازه یک فرق دیگر مزاربه و ربا اینه که در مزاربه درصد سود در نظر گرفته میشه نه در صد پول یا آقا این پول را بگیر تو یه میلیون را سود بکن پنجاه درصد سود برای تو پنجاه درصد سود برای من خب این اگر یه میلیون سود کرد 500 را خودش ور میداره 500 را به شما میده اگر 100 هزار سود کرد 50 هزار برای خودش ور بر میداره هزار شما برای شما میده اگر ضرر کرد در مزاربه ضرر بر صاحب پول حساب میشه اون کسی که عامل هست و داره تجارت میکنه اگر ضرر کرد ضرر به عهده او نیست حالا البته بعضی از فقها گفتند که با شرط میتواند ضرر را به عهده او بذاره یعنی بگه آقا من این پول بهت میدم سود کردی سود نصفش من نصفش تو یا هر نسبت دیگری اما اگر ضرر کردی ضرر پای خودت نه من اشکال نداره چون که طرف نیازی نبوده که بخوای از نیازش سو استفاده بکنی اما در نزول خاری معمولا نیاز اونم بعد درصد پول حساب میشه آقا من یه میلیون بهت میدم ده درصد این یه میلیون سود برای من یعنی صد هزار مقطوع حالا تو زیاد سود کردی کم سود کردی اصلا همش ضرر بوده برای تو در اینجا کسی که پول را میگیره جز ضرر چیزی برای او نخواهد بود و سوء استفاده از نیاز و حاجت او ولی زالک در سه مرحله خدای تبارک و تعالی مسئله ربا را تحریم کرده در مرحله اول مقایسه بین ربا و زکات در سوره روم که یک سوره مکی هست در مکه نازل شده و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله تو داری و میدی تا سود بکنی این پیش خدا سود حساب نمیشه سوابی بر تو نیست و ما آتیتم من ربا لیرب و فی اموال الناس تا این پولت را زیاد بکنی چطور این پولت را زیاد میکنی از خون دل مردمه از زحمت مردمه سو استفاده از اون هست فلا یربو عند الله پیش خدا زیاد نمیشه و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله اما زکاتی که میدی دیگه زکات بازگشت نداره دیگه است و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله با اخلاص باشه فاولائک هم المضعفون اینا چند برابر گیرشون میاد من جا اول حسن فله عشر و امثاله ها در همین دنیا قبل از آخرت خدا اسباب را فراهم میکنه رزقش را زیادتر میکنه در آخرت هم که جای خودش این مرحله اول مرحله دوم در مدینه بود که ربا بیان شد حرامه و یهودیان مزمت شدن که اینها با اینکه در شریعتشون گرفتن ربا حرام است احکام شریعت را پشت سر خودشون میندازن و ربا می گیرن که اونم در سوره نساء اونی که در سوره آل عمران هست یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه حق ندارید رو با خاری بکنید اونم چی؟ اضعافا مضاعفه چون که زیاد بیشه یه مقداری دادی چند برابرش را پس میگیری و الله از خدا بترسید لعلکم تفلحون در آیه دیگر مذمت یهود آمد و اخذهم الربا و قد عنه حضرت موسی حکم نهی از اخذ ربا رو بر اینها نازل کرده بود از طرف خدای تبارک و تعالی اما اینا حکم خدا رو پشت سر اندختن. این مرحله دوم که تحریم بود حرامه مرحله سوم این آیه است که الان مورد بحث هست که دیگه در غایت تشدید در حرمت دیگه بالاتر از این حرامی مثلا جز قتل و امثال اینها نیست الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس کاله بحثایی هست در همین قسمت و قسمت های دیگر انشاءالله برای جلسه آینده و الله علی محمد و آله الطاهرین